بخشایی هم که متهم رو حالا به دادگاه یا مکانهایی که شما میگین قراره منتقل بکنن، در خصوص اونم میگین که تجهیزات لازم در اختیارشون قرار میگیره یا امنیت دارن یا خیر؟ ببین، ما در یک ماموریت، در یک طرح، در دو روز 500 و نزدیک 40-50 نفر سارق دستگیر کردیم. تو این سارقین که به حال انتقال دادنش به دادسراها، به دادگاهها، به آگاهی، به اون مراجع مربوطه کار وسیعه برای بله. اصولا تو کار انتظامی، ببینید کار پلیس، ما در لجمن امنیت داخلی کشور هستیم، یعنی ما داریم با مجرمین لحظه اول می جنگیم. اصولا تو تعقیب و گریز تصادف داریم، زخمی شدن، مجروح شدن داریم، شهید. چون زمانی که ما این لباس پوشیدیم سوگند یاد کردیم تا پای جان کوتاه نیم. حالا شاید تو ماموریت هم یک ضعفی هم باشه، درسته، آخه استاندارد اغلب سربازها بدون اینکه وسایل لازم رو داشته باشن متهم رو منتقل میکنن به دادگاه و دادسرا. بر مبنای جرم الان در کلانتریا ماشینای خوب، این وانا دادیم که ماشین به روس هستن، بعد متهمای مامور پابند میزنیم، دستبند میزنیم. حالا میگم تو ماموریت این موقع اتفاقا پیش میاد که ما اون ضعف رو بررسی بکنیم، برای که برای ماموریت بعدی باشه.